استیو سکالیس، قائم مقام رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا که دیروز مورد حمله و اصابت گلوله قرار گرفت، وضعیتی بحرانی دارد. چهارشنبه یک عمل جراحی مقدماتی روی آقای اسکالیس انجام شد، اما پزشکان چند عمل جراحی دیگر را ضروری دانستند. چهارشنبه صبح ضارب به سمت گروهی از اعضای کنگره که برای یک مسابقه خیریه بیسبال بین دو تیم از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات مجلس در استادیومی در حومه واشنگتن تمرین می‌کردند، تیراندازی کرد. خود مسابقه طبق برنامه قبلی امروز برگزار می‌شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید، پرزیدنت ترامپ که دیشب در بیمارستان از آقای اسکالیس عیادت کرد، علاقمند بود برای نشان دادن حمایت خود از این مسابقه در محل حضور داشته باشد، اما فعلا فرصت کافی برای تدارکات امنیتی رئیس جمهوری وجود ندارد. جزئیات بیشتر را کاوه ادیب شرح می‌دهد. پرزیدنت ترامپ به همراه همسرش ملانیا، بانوی اول از آقای اسکالیس، در بیمارستان عیادت کرد. پرزیدنت ترامپ که پیشتر از پلیس و امدادگران برای واکنش سریع در این حادثه تیراندازی قدردانی کرده بود، گفت عشق به آمریکا همه سیاستمداران را متحد می‌کند. ما ممکن است اختلافات خودمان را داشته باشیم، اما همه ما به خوبی می‌دانیم آنهایی که در کنگره به این کشور خدمت می‌کنند، بالاتر از هر چیز برای آن است که کشورشان را دوست دارند. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، نیز گفت اعضای کنگره یک مجموعه واحدند. ما در مقابل این ضربه متحدیم. ما در این نگرانی سهیمیم. حمله به یکی از ما حمله به همه ماست. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، گفت باید برای اتحاد بیشتر گام برداشت. من دعا می کنم که بتوانیم اختلافات را به نحوی حل کنیم که به اهداف قانون اساسی کمک کند و ما بیشتر بتوانیم عضوی از مجموعه واحد باشیم. جف دانکن، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان که تصور می کند مهاجم قبل از تیراندازی با او صحبت کرده بود، گفت هدف او تیراندازی به جمهوری خواهان بود. من با مهاجم در پارکینگ صحبت کردم. از من سوال کرد آیا تیمی که قرار است تمرین کنند جمهوری خواه هستند یا دموکرات. من به او گفتم جمهوری خواه هستند. در آمریکا که عمیقاً دچار تفرقه سیاسی است، حمله مسلحانه به اعضای کنگره احتمالاً اختلاف نظر بر سر قانون کنترل اسلحه را عمیق‌تر خواهد کرد. تری مکالف، فرماندار دموکرات ایالت ویرجینیا، بلافاصله پس از حادثه تیراندازی گفت برای مدت هاست که خواستار کنترل اسلحه بوده است تا این تعداد گسترده از مردم در کشور مسلح نباشند. کاوه ادیب، صدای آمریکا.